سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه تو ما پس مکالمه میخوایم امروز با این ویدیوها شروع کنیم و کار کردن البته من اسلاید هاش رو دونه به دونه توضیح میدم ولی چون تو یوتیوب ما نمیتونیم فیلم اینها رو قرار بدیم میتونید حالا تو اینترنت سرچ بکنید و رو پیدا بکنید و یا به من پیام بدید که من براتون به صورت اختصاصی فیلم ها رو بفرستم یعنی هر فیلمی که من توضیح میدم به صورت اصلا هر فیلم دو دقیقه سه دقیقه اون تیکه فیلم رو میتونم براتون بفرستم که نگاه بکنید میتونید تو اینترنت رو پیدا بکنید اگه برای اول دارید از یوتیوب ما دیدن میکنید و این ویدیو رو دوست دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و به بقیه فیلم های ما هم یه سر بزنید که مطالب خیلی زیادی رو اونجا ما قرار داریم خیلی بحث طولانیش نمی کنم شروع می در مورد این ویدیو خیلی طولانیه ما میتونیم چندین برنامه تهیه بکنیم برای این ویدیو یکم هم ساده است برای مخصوص کسایی که متوسط به پایین هستن و میتونن خیلی چیزا اینجا یاد بگیرن ولی اگه متوسط به بالا هستین ویدیوها شاید خیلی به کارتون نیاد من تلاش کردم زیر نویسار به صورت درشت تو پایین قرار بدم همونطور که میبینید و حالا اونایی که با گوشی دارن کار میکنن بتونن جملات رو کامل ببینن بدونش مقدمه بریم شروع میکنیم یه توضیح درباره خود ویدیو بدم این یکی از بهترین فیلم های آموزشی که قرار داده شده برای آموزش زبان انگلیسی این سری از ویدیو هاست چهار شخصیت اصلی داره که همطور که اسمشون رو من نوشتم هلن، دیوید، جین و متیو که در ادامه با دو نفر دیگه هم آشنا میشید و این چهار نفر همخونه هستن این چهار نفر با هم همخونه هستن با هم زندگی میکنن و اتفاقاتی براشون میفته که ما تو حالا تو هر ویدیو توضیحات مخصوص به اون اتفاق رو براتون میگیم جمله اینجا شروع میشه که هلن داره صحبت میکنه و میگه There are four people in the house now میگه که توی این خونه چهار نفر هستن یعنی اونجا چهار نفر توی این خونه هستن یه دقیقی بکن اینجا توی موقع زیر نویز شدن R به four چسبیده شما باید جداش بکنید There are four people in the house now And I'm very happy و من خیلی خوشحالم من حالا به شاگردام که اینو من تدریس میکنم بهشون میگم که برای که اینو قشنگ یاد بگیرید چون بعدها کار داریم با این جملاتی یاد میگیرید چیکار بکنن یک یه دفتر بردارن و چیکار بکنن اینها رو تو دفترشون بنویسن یک دفتر با چهار خودکار رنگی جملاتی که با هل... مثلا هلن میگه تو این متن رو به آبی بنویسن مثلا تو آخر یعنی تو آخر ویدیوها که همینجوری حالا حالا داریم کار میکنیم با آبی بنویسن دوید رو مثلا با قرمز بنویسن جین رو مثلا با سبز بنویسن متیو رو مثلا با نارنجی بنویسن حالا هر خودکار، چهار, خودکار، چهار خودکار رنگی میخوام با یه دفتر که اینا توش نوشته بشه بعدها میگم این کاربردش چیه که تمام مکالماتی که هلن گفته آبی بوده بعدا به چه درد ما خواهد خورد این رو شروع بکنید به نوشتن گام به گام با من جلو بیایید و در فکر کنم به ویدیو 12 از 13 که برسی اونجا توضیح میدم که چه استفاده میتونیم از اینها بکنیم الان داره میگه there are four people in the house now چهار نفر تو این خونه هستن there are گفتیم برای بله، موقع که میخوایم بگیم آنجا هستند یعنی بیشتر از یه دونه است اگه یه دونه بود میگفتیم there is آنجا هست اینم به عنوان نکته and i'm very happy now و من الان خیلی خوشحالم ان جین و جین این نکته رو بگم که اینها سه نفر بودن جین بعدا به اینا اضافه میشه این جین بعدا به این اضافه میشه میگه و جین و جین Well, we all like her. ما همه اون رو دوستش داریم وی all ما همه لایک like هر اون رو دوست داریم یه جمله زمان حال ساده بعد اینجا جین وارد میشه یه دوبین فیلم برداری دستشه شروع میکنه به فیلم برداری کردن میخواد این برای خواهرش بفرسته میگه مورنینگ اوریبادی یا همون گود مورنینگ اوریبادی دیگه حالا گودش رو بعضی موقع نمیگن همدیگر میبینن صبح دیگه نمیگن گود مورنینگ یعنی صبح بخیر میگن مورنینگ مورنینگ شاید تو فیلم دیده باشید مورنینگ اوریبادی یعنی صبح همگی بخیر مورنینگ اوریبادی صبح همگی بخیر بعد این هلن توی دست جنگی چیزی میبینه دوربین رو میبینه میگه What's this? این چیه? What's this? این چیه؟ تعجب کرده میتونم اول و صبحی چی دستش در فیلم برداره میکنه جین میگه It's a video film It's a video film یک فیلم ویدیویه It's a video film About my new house در مورد خونه جدیدم About my new house در مورد خونه جدیدم And my new housemates و همخونه های جدیدم Housemate یعنی همخونه Housemates یعنی همخونه ها New housemates همخونه های جدید پس این یک فیلم ویدیوییه که داره فیلم برداری میکنه About my new house در مورد خونه جدیدم And my new housemates و همخونه های جدیدم داره در مورد اونا صحبت میکنه بعد میگه It's for my sister Alison این فیلمی که دارم میگیرم برای خواهرمه It's یعنی آن هست For دوباره اینجا It's به For چسبیده که باید جدا بکنید It's for my sister اون هست برای خواهرم Alison اسم خواهرش Alisonه که حالا بعدا تو ویدیو بعدی باش آشنا میشیم It's for my Alison It's for my sister Allison. برای خواهرم Alison yani یعنی فیو دارم برای اون میگیرم بعد هلو میگه او oh, او right. oh, متوجه شدم میگه او oh, رایت right یعنی آه oh, درسته متوجه شدم بعد جنی را از شک میکنه میگه نه کار مثلا که من فیلم میگیرم میگه ایزی اوکی یعنی مشکلی نداره من فیلم بگیرم ایزی اوکی اوکی این کار انجام بدم جین میگه یه شور بله البته یعنی مشکل نداره فیلم بگیر بعد uh, جین شروع میکنه به فیلم برداری کردن شروع میکنه به فیلم برداری کردن و میگه اوکی okay, علی این علی هم مخفف علی سنه همون خواهرش میگه اوکی علی اوکی علی This از دی کیچن این آشپزخونه است This از دی کیچن این آشپزخونه است and who is this و حالا دیویدو نشون میگه and who is this و این کیه who is this بدون رو به دیوید دیوید چی نمیگه دیوید چی نمیگه میگه سی سامثینگ یه چیزی بگو به دیوید میگه سی سامثینگ یه چیزی بگو دوستان یادتون باشه وقتی که ما فعل رو به اول جمله میاریم مثل سی گفتن جمله هم یک جمله هم میتونه امری باشه هم یه جمله مثلا توصیه و پیشنهاد و اینا باشه سی سامثینگ یه چیزی بگو مثلا داره صحبت میکنه جین میگه دیوید میگه که سی وات چی بگم سی وات چی بگم It's half past seven in the morning. ساعت هفت و نیم صبح. It's half past seven in the morning. ساعت هفت و نیم صبح. چی بگم ساعت هفت و نیم صبح؟ دامن ساعت های توضیح خیلی کوتاه بدم شاید برای بعضیا از بعضی ها ندارن اینو. ممکن ما بخوایم بگیم ساعت هفت و نیمه در از تو انگلیسی میگیم نیم ساعت از هفت گذشته. به خاطر همین میگه It's half past seven. یعنی نیم ساعت از هفت گذشته، یعنی ساعت و نیم اگه مثلا ساعت دو و نیم بود میگفت it's half past two یعنی نیم ساعت از دو گذشته یا دو و نیمه بگه مثلا ده و نیمه میگفت it's half past ten یعنی نیم ساعت از ده گذشته حالا اگه بخواد بگه ساعت مثلا هفت رو به چی باید بگه میگه quarter past یعنی یک رو گذشته اونجا گفت هفت پس نیم ساعت گذشته اینجا میگه quarter past it's quarter past تو. it's past 7 it's quarter past ten, and it's at 10 یعنی ساعت ده و روبه یعنی یک روب از ده گذشته و اگه بخواد بگه یه روب مونده میگه quarter to حالا اون ساعت رو میگه مثلا میگه quarter to 10 یه روب به ده it's quarter to 8 یه روب به هشته پس موقع که میخوایم بگیم نیم ساعت گذشته میگیم هفت است اون ساعت رو میگیم میخوایم بگیم یه روب گذشته میگیم quarter past یه یعنی روب گذشته اگه بخوام بگیم یه روب مونده میگیم quarter to حالا اون ساعتی که مد نظرم هستم میخوام بگیم ساعت یه رو به هشت. it's quarter to eight به این شکل میگه say what چی بگم it's half past seven ساعت هفت و نیم صبح it's half past seven in the morning ساعت هفت و نیم صبح چی بگم جین میگه که talk to my sister حالا دوباره گفته سمتش میگه talk to my sister با خواهرم صحبت کن talk to my sister با خواهرم صحبت بکن. introduce yourself خودتو معرفی بکن introduce yourself دوباره میبینید دو تا فعل اول اومده که هم میتونه فعل امری باشه هم میتونه توصیه باشه talk to my sister با خواهرم صحبت کن introduce yourself خودتو معرفی بکن introduce یعنی معرفی کردن introduce yourself خودتو معرفی کن به خواهرم بعد دیوید چی نمیگه دیوید چی نمیگه الان میگه go on دیوید on اینجا معنی میده یالا لا دیوید یا بگو دیگه یعنی مثلا معطل نکن بگو دیگه اینم خواستم دوست داره که اینو معرفی خودش تو اون فیلم باشه میگه بوان دیوید یالا دیوید بعد دیوید شروع میکنه صحبت کردم هالو آی ام دیوید سلام من دیوید هستم I کام فرام منچستر من اهل منچسترم آی ام ا لایر من یک وکیل هستم خودش داره معرفی میکنه چند تا نکته اینجا وجود داره یکی اینکه وقتی که ما میخوایم خودمون رو معرفی بکنیم دو خودمون میخوایم بگیم اهل کجا هستیم دو حالت میتونیم بگیم اگه اون دو نفر که دارن میگن اهل کجا هستیم دو تاشون مالی یک کشور باشن اسم شهرشون رو میگن مثل اینجا اینجا الا اینا هم اهل انگلستانن اسم شهرشون رو میگن میگن من این میگه مثلا من اهل منچسترم I come from منچستر من اهل منچسترم و اون یکی میتونه اهل لندن باشه یکی اهل مثلا ش... یه شهر دیگه ایش آکسفورد باشه حالا هر شهر دیگه ای. مثل ما تو ایران مثلا تو ایران ما وقتی داریم دو نفر همدیگر رو معرفی صحبت می‌کنیم فارسی می‌گیم حالا کجایی میگیم اهل کجای؟". تبریزم اون میگه اهل مشهدم اینجوری دیگه نمیگیم اهل ایرانم یا ایرانی ام خب چرا چون هر دو تامون ایرانی هستیم اسم شهرمون رو میگیم ولی اگه از دو تا کشور جدا اومده باشیم با هم صحبت بکنیم اسم کشورمون رو میگیم میگیم آی کام فرام ایران آی کام فرام انگلند یا هر جای دیگه یه نکته نکته دوم که ما میتونیم هم بگیم I'm from I'm from Manchester هم میتونیم بگیم I come from Manchester هر دو تاش هم درسته I'm from Manchester I come from Manchester هر دو یعنی اهل اونجا هستم پس این نکات رو دقت بکنید پس شروع می معرفی کردن Hello سلام I'm David من دیوید هستم I come from Manchester من اهل Manchester هم I'm a lawyer من یک وکیل هستم I work in Oxford. من در آکسفورد زندگی می کنم. I work in Oxford. من تو آکسفورد زندگی می من تو آکسفورد کار می کنم. I work in Oxford. من تو آکسفورد کار می کنم. That's it. وقتی شما چند جمله رو بگید بعد آخرش بگید خب همین. همین. فقط همین یه that's it میتونید بگید. میتونید تو سفارش غذا باشه. سفارش غذا میدید اینو می اینو می اینو می خواهید بعد بگید that's it. یعنی همین. اینجا هم همینه. خودشو معرفی کرد، مشخص حوصله هم نادر خودشو معرفی معرفی کرده و بعد آخرش میگه داشت همین. دقت میکنید دیگه برای معرفی خودتون شما از جملات زمان حال ساده استفاده می‌کنید. برای معرفی خودتون همیشه از جملات زمان حال ساده استفاده کنید. برای دیلی روتین هم همین این کارهای روزمره‌ام هم. همینه که حالا تو کانال توی کانال یوتیوبم قرار دادیم. و در مورد زمان حال ساده هم توی قسمت گرامر توضیحات کاملش رو دادیم میتونید بدون اونجا زمان حال ساده رو کامل یاد بگیرید و کاربرداش هم بدونید I work in Oxford من تو اکسفورد کار میکنم دست هم بعد بلند میشه که بره بلند میشه که بره سر کار جیم میگه که What things do you like? چه چیزایی رو دوست داری؟ یعنی چه چیزایی مورد علاقته؟ چه چیزایی دوست داری؟ What things do you like? چه چیا دوست داری؟ و دیوید میگه I like my job من شغلم دوست دارم I like football فوتبال دوست دارم swimming شنا دوست دارم دوباره جملات زمان حال ساده I like my job I like football swimming درست شد؟ پس برای اینجور جملات هم از جملات حال ساده استفاده میکنیم پس معرفی خودمون که بحث همون introduce هست از جملات حال ساده استفاده میشه I like a quiet breakfast چون دوست داره تو سکوت بشینه صبحانه رو بخوره حالا این اومده مزاحمش شده داره فیلم میگیره و اینا یه حالا یه کنایه هم میزنه میگه I like a quiet breakfast یک صبحانه آرام رو دوست دارم یعنی صبحانه که تو سکوت مثلا انجام میشه، صبحانه که سرصدا توش نباشه کسی مزاحم نباشه من اینه I like a quiet breakfast. من صبحانه خیلی آرام رو دوست دارم یا صبحانه خوردن آرام رو دوست دارم and I don't like video cameras. و دوربین فیلم برداری رو دوست ندارم. and I don't like video cameras. و دوربین فیلم برداری رو هم دوست ندارم. پس من تو این ویدیو هم اومده خودش رو معرفی کرده و اینکه چه چیزایی رو دوست داره. I like من دوست دارم. I don't like دوست ندارم. دوباره اگه برید توی مپ حال ساده گرامر حال ساده رو نگاه بکنید اونجا میبینید که چطور با دو و ما جملات رو منفی یا سوالی میکنیم چون فعل های کمکی هستن که تو زمان حال ساده به ما کمک میکنن جملات رو منفی سوالی بکنیم I don't like video cameras من ویدیو دوربین فیلم برداری رو هم دوست ندارم یه جور کنایه میزنه که مثلا مزاحم صبحانه خوردن من شدید بعد میگه که and I start work at 8 o'clock و من شروع میکنم کارم رو ساعت هشت صبح, صبح کارم رو شروع میکنم اینجا ساعت هشت شروع میکنم یعنی میخواد بره دوباره I start work من شروع میکنم کارم دوباره زمان حال ساده پس برای معرفی کردن خودش رو چه چیزایی دوست داره اینا همه میبینیم که از زمان حال ساده استفاده کرده So bye So اینجا به معنی پس خدافز And I start work at 8 o'clock من کارم ساعت هشت شروع میکنم So پس بای خداحافظ و خدافزی میکنه و میره و اینو هم بای خداحافظی میکنن و و در آخر میگه که دیویدز نایس ریالی دیویدز اینجا هنی یعنی دیوید هست دیوید ایز هست دیوید ایز نایس ریالی دیوید واقعا با حال آدم دوست داشتنیه خب این این قسمت اولمون بود برای توضیح این سری از ویدیوها شما ف... من نمیخوام حجمش خیلی زیاد بشه به از مثلا شاید نمیدارم. یک دقیقه دو دقیقه این کل فیلم هستش این فیلم میگم هم میتونید برید دانلود بکنید تو به رایگان هستش هم تو یوتیوب میتونید پیداش بکنید و هم که اگه خواستید به من پیام بدید که من فیلم های بروش خورده رو برای شما ارسال بکنم یا تو تلگرام یا تو واتساپ این ویدیو خیلی به شما میتونه کمک کنه در این حال که ساده است خیلی کاربردیه یعنی شما بعد از دیدن این ویدیو متوجه میشید که چطور خودتون رو معرفی بکنید یعنی بعد از دیدن همین ویدیو یعنی شاید 10 دقیقه رو وقتتون رو بگیره به راحتی میتونید خودتون رو با چند تا جمله ساده معرفی بکنید اسمتون رو بگید حالا اینجا سنشون رو بودیم بعدا سنتون رو بگید شغلتون رو بگید اهل کجایین کجا کار میکنید چیا رو دوست دارید چیا رو دوست دارید میبینید که با همین ویدیو میتونید در 15 جمله رو بگید و حالا بعدا یه سه جمله رو به اینا اضافه بکنید و یک معرفی خیلی قشنگی رو انجام بدید تو یادگیر زبان انگلیسی مهم اینه که ما با چیزهای ساده شروع بکنیم اگه بخوایم با مطالب سخت شروع بکنیم قطعا جا میزنیم یا کنار میشه اون آموزشون ولی با ساده شروع بکنیم ای چقدر راحت میتونیم یاد بگیریم و این تجربه به من بعد از چندین سال تدریس این تجربه نشون داد که از این روش خیلی بچه ها و چه حتی بزرگسالا میتونن تو این زمینه خوب رشد بکنن خیلی ویدیو رو طولانی نمیکنم امیدوارم که این درس به کارتون بیاد بعد از دیدن این ویدیو چندین بار این ویدیو رو نگاه کنید و تلاش بکنید خودتون حالا یا بنویسید جملات رو به خودتون رو باز اینو کاملیات گرفتید خودتون معرفی بکنید به عنوان جین سوال بپرسید یعنی لب مامانی نفر دیگه و خودتون به جای دیوید بین شروع کن از خودتون بگید خودتون رو معرفی بکنید اهل کجایی چند سالتون اینا رو همه رو بگید چی دوست دارین چی ها دوست ندارید و اینا رو بگید و یه مکالمه کوچیکی رو بسازید این بهتون کمک میکنه ولی چندی بار تکرار کنید مثلا به مدت سه چهار روز هر روز چند بار تکرار کنید کامل ملکه ذهنتون میشه که رفتیم برای ویدیو بعدی اونجا دوباره مطالب جنیتر رو همین کارو میکنیم و حتما بنویسید حتما این جمعه دفترتون بنویسید که بعد کار داریم با این قضیه و میریم سمت توصیف افراد و اینا یک کار خیلی زیبایی رو انجام خواهیم داد خب بسیار عالی خیلی خوشحالم که با من همراه هستین با یکی دیگه از ویدیوها در کنار شما بودم حتما کامنت بذارید نقاطی که حالا نکاتی که فکر میکنید که مهمه حتما تو کامنت ها من بگید و من کمک کنید تا ویدیوهای بهتری رو برای شما بسازم خیلی مشکرم تا ویدیو بعدی خدا نگه